در مطالب قبلی نحوه ساختن لینک به دیگر صفحات را توضیح دادیم. حال در این قسمت می خواهیم ببینیم که چگونه می توان لینک به دیگر صفحات را با عکس ایجاد کرد. به این صورت که با کلیک بر روی آن عکس به صفحه مربوطه منتقل شویم. همان گونه که به خاطر دارید برای ساختن لینک به دیگر صفحات از تگ A استفاده کردیم. اکنون برای اینکه لینک را به وسیله عکس ایجاد کنیم میبایست در داخل تگ A تگ IMG را قرار دهیم. برای نمونه می لینکی به سایت پارسیان افزار با استفاده از عکس نمایش داده شده در مثالهای قبل بسازیم. ابتدا یک سند HTML ایجاد کرده و در تگ بادیان یک لینک به سایت پارسیان افزار ایجاد میکنیم. سپس درون این تگ تق یک تگ img نوشته و عکس مورد نظر را قرار می دهیم. پس از ذخیره این کد HTML نتیجه را مشاهده کنید. همانطور که می با کلیک بر روی عکس به سایت پارسیان افزار منتقل می اغلب مرورگرها به تصاویری که به عنوان لینک استفاده می شوند، یک خط هاشیه در لبه های تصویر اضافه می کنند. برای اینکه این خط دیده نشود، از ای به عنوان برده در تگ IMG استفاده می مقدار این شناسه را برای دید نشدن حاشیه می بایز برابر صفر قرار داد. اگر مقدار این شناسه را بیشتر از صفر قرار دهیم، به ازای بزرگی عدد خط هاشیه زخیم تر خواهد شد. برای مشاهده تاثیر این شناسه در مثال قبل از این شناسه استفاده می کنیم. ابتدا مقدار آن را برابر صفر قرار داده و نتیجه را مشاهده می کنیم. پس از مشاهده نتیجه مجددا مقدار برده را تغییر داده و این بار برابر هفت قرار می دهیم. نتیجه را مشاهده کرده و به تاثیر تغییر مقدار این شناسه دقت کنید. در پایان این قسمت می خواهیم نحوه گذاشتن کامنت برای تصاویر را مشاهده کنیم. این کامنت ها در زمانی که به هر دلیل عکس در صفحه نمایش داده نشود، در جای خالی آن نوشته خواهد شد و می تواند به کاربر کمک کند و بگوید که در آن محل چه تصویری قرار داشته است. شناسی که برای منظور استفاده می شود، شناسی که آلت می باشد. متن کامنت مورد نظر را به عنوان مقدار به این شناسه می دهیم. سپس هرگاه که به دلیلی عکس نمایش داده نشود، این متن به جای تصویر قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال یک سند HTML ایجاد کرده ما در آن از تگ IMG استفاده می کنیم. برای این تگ شناسه آلت را با مقدار پارسیان افسال لوگو قرار می دهیم. و همچنین در شناسه SRC آدرس عکس را اشتباه می‌گذاریم تا تصویر در صفحه نهایی قرار نگیرد و بتوانیم تاثیر شناسی آلت را مشاهده کنیم. حال فایل را ذخیره کرده و نتیجه را مشاهده کنید. این کامنت جایگزین به علت نمایش داده نشدن عکس اصلی به صورت جایگزین آن قرار گرفته است. توصیه می کنیم تا حد امکان برای عکس های صفحه خود از این کامنت استفاده کنید. البته نه برای عکس تزئینی. در این صورت صفحه شما می تواند برای تمام کاربران مفید باشد. چون ممکن است به هر دلیلی برخی از کاربران امکان مشاهده تصاویر صفحه شما را نداشته باشند. یکی از این دلایل عدم دسترسی به اینترنت با سرعت بالا و استفاده از خطوط تلفن برای دسترسی به اینترنت است. در این رابطه تقریبا تمامی مرورگرها این امکان را در اختیار کاربر قرار می دهند که از بارگذاری تصاویر در صفحه ها جلوگیری کنند. تا بتوانند متن صفحه را سریعتر مشاهده نمایند یا فایل های خود را با سرعت بیشتری دانلود کنند. موتورهای جستجو هم وقتی که صفحه ای را ایندکس می کنند نمی توانند تصاویر آن را ببینند و فقط نام تصویر و کامنت جایگزین آن را می پس برای تصاویری که به موضوع صفحه شما مرتبط هستند، و یا میخواهید بازدید کنندگان بتوانند در موتورهای جستجو آنها را پیدا کنند حتما از این کامنت استفاده نمایید برای عکس نیز مانند لینک ها می توانید از شناسه تایتل استفاده کنید این شناسه باعث می شود که با قرار دادن ماوس تصویر پنجره ای باز شده و یک توضیح در آن نمایش داده شود از این شناسه برای گذاشتن توضیحات بیشتر در مورد یک عکس میتوان استفاده نمود. به عنوان مثال در تمرین قبلی مسیر عکس را اصلاح کرده و شناسه تایتل را با مقدار دیسپیکشریز یا افسال لوگو به تگ IMG اضافه نمایید. با ذخیره تغییرات نتیجه را مشاهده کنید. همانطور که میبینید با قرار گرفتن ماس روی تصویر توضیح مورد نظر ما نمایش داده میشود.